این جنرال ارشد امریکایی به روز سه‌شنبه ماموریت تخلیه از افغانستان را چنین ارزیابی کرد. یک موفقیت لوجستیکی بود، اما یک ناکامی استراتژیک. و در کل پایان جنگ را چنین خواند. نتایج در چنین جنگ ها یک ناکامی استراتژیک است. دشمن در رهبری کابل قرار دارد. به گونه دیگر نمیتوان آن را بیان داشت. آن پیامد تأثیرات انباشته‌ای 20 سال بود، نه 20 روز. جنرال میلی و جنرال فرانک مکنزی فرمانده قماندانی مرکزی امریکا گفتند که آنان شخصا خواسته بودند که حداقل 2500 نظامی در افغانستان باقی بماند. My assessment was ارزیابی من به خزانه 2020 برمیگردد و تا پایان بر آن ثابت بودم. ما باید 2500 نظامی را نگه می‌داشتیم و ممکن این تعداد تا 3500 نیرو بلند برده می‌شد تا می‌توانستیم به یک راه حل توافق شده می‌رسیدیم. من پیشنهاد کرده بودم که 2500 سرباز را در افغانستان نگه داریم. من در خزان سال 2020 این را نیز پیشنهاد کرده بودم که 4500 سرباز را در همان زمان باید نگه می داشتیم. این نظریات شخصی من بود. من به این باور نیز بودم که خروج آن سربازان می تواند به سقوط نظامیان افغان و در نهایت حکومت افغانستان بیانجامد. ارزیابی های این جنرالان در مغایرت با گفته های رئیس جمهور بایدن قرار دارد. آقای بایدن گفته است که او به خاطر ندارد که کدام مشاورش از او خواسته باشد تا یک تعداد کوچکی از سربازان امریکایی در افغانستان باقی بماند. قصر سفید به روز سه‌شنبه بار دیگر از تصمیم خروج همه سربازان امریکایی از افغانستان دفاع کرد. اگر ما 2500 سرباز را در آنجا نگهداری می کردیم، ما ممکن تعداد سربازان را افزایش می دادیم و ممکن با طالبان در جنگ می بودیم و ممکن شاهد تلفات بیشتر امریکایی ها می بودیم. این یک حقیقت بود و همه می دانستند. در استمایه ی روز سه‌شنبه، جمهوری خواهان و دموکرات ها هر دو حکومت آقای بایدن را به خاطر رها کردن امریکایی ها و متحدین افغانشان که قبلا جو بایدن گفته بود چنین کار نخواهد شد، به انتقاد گرفتند. آنان سوالات مشخص را در مورد آینده مبارزه دهشت افغانی در افغانستان نیز مطرح کردند. آیا کار نظامیان به خاطر شکست تهدیدهای تروریستی از افغانستان دشوارتر شده است؟ بله. حال که ما بیرون شده ایم، آیا طالبان و دیگر شرکای تروریستشان توان بیشتر آموزش و آمادگی در افغانستان را دارند؟ بله. آیا اطمینان دارید که ما می توانیم این توان سازمان های مثل القاعده و داعش را رد کنیم که آنها از افغانستان من حیث محل راه اندازی و انتقال فعالیت تروریستی استفاده نخواهند کرد؟ فکر می کنم باید دیده شود. اردوی ایالات متحده به دلیل انجام یک حمله توسط تیاره بسرنشین در روزهای اخیر خروج نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. آن حمله منجر به کشته شدن 10 غیر نظامی افغان شد و جنرال مکنزی مسئولیت آن را بر عهده گرفت. این مقامات ارشد نظامی همچنان تاکید کردند که استخبارات ایالات متحده در پیشبینی خود برای سقوط سری کابل ناکام شدند. اما با در نظر داشت آموخته های خود، آنان این پیام را برای رهبران ملکی کشور خود دارند. به هر رهبری که باشد، این مشوره را می دهم که تاریخ دقیق پایان را مشخص نسازید. کار را به چگونگی شرایط وابسته نگه دارید. دو رئیس جمهور یکی پی دیگر تاریخ را تعیین کردند. زمان یک رئیس جمهور در جریان مبارزه برای نگهداری پایتخت آنجا را ترک می کند، فکر می کنم هر نوع فرصت برای سادگی یا مقابله را از بین می برد.